آقا کفای به بند بکنید. برای ببینم چقدر دو سال معتد گردی با شبون جان. به 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 باریکن، یه همون گفته، یه همین گفته دختر منه. به جون شما این نوشته هاش هستی بود نوشتم. خیلی برای ببینم. پدر عزیزم، همه با هم بخونیم. پدر عزیزم تصدقت کردم. به به خواهشمندم. شب خواهشمندم از چه کلمه میاد؟ مادرش کدومه؟ مادرش کدومه؟ خواهشمندم ها؟ بلندتر بگو. خواهش خدا مادر خواهشمندم خواهشتنه. باریکلا باریکلا از دل خواستن میاد. بگو آفرین. خواهشمندم قدری آب برای وضو به من بدهید. البته هنون جمله تموم نشده، یه هایفن یه خط تیره هم میگذاریم. برای وضو به من بدهید و دو رکعت نماز. به به باریکلا آفرین بر این ایمان. برای ثواب و شکر به درگاه خدا بخوانم. به به قربان تو من میرم. دختر جان من تصدق تو برم. دختری به این با ایمانی، به جان شعبان، به این خوبی و به این درستی و راستی من ندیدم در تمام روزگار. البته نه که دختر خودم باشه بگم، نه، خیلی قشنگ، خیلی عالی، کسی که مدت ها 15 روز در قنات در چاه افتاده باشه و حالا بیاد بیرون بخواست خدا و عرض کنم که بخواد نماز بخونه، وضو بگیره و نماز بخونه، خدا رو شکر میکنیم الحمدلله. ولی شبم به من بگونم تو همه کلماتی که طاهره گفت این خودش نوشتی؟ به جونش موم این خودش نوشتم. مگه شتوت شدی؟ نه میخوام بینم دختر من این چند روز که تو قنات افتاده مغزش یه وقت خراب نشده باشه. مغز خراب نشده باشه؟ مگه مغزش خراب شده؟ خط من این خطم هم سعی کردم این اون بلیمشم مثل مال او باشه. درسته، اما من یه کلمه اینجا دیدم، یه کلمه دیدم ثواب یعنی پاداش خوب. هر کس کار خوبی میکنه منتظر یک پاداش خوبی است از جانب خداوند، یعنی در مقابل گناه قرار داره. یعنی اگر اینور گناه باشه اینور ثواب باشه، همه بچه های ما کارهای پر ثواب میکنن و از کارهای پر گناه پرهیز میکنن. بله بله، ثواب در مقابل گناه و ثواب در لغت هم معنی یعنی پاداش خوب. این چرا ثواب رو وردشه با این نوشته؟ ای معذرت میخوای، با شاد باید بنویسیم این وردشه با شین. نه البته ثواب با سادم داریم، یعنی درست و صحیح و سالم، ولی این ثواب با یه سیس مثل ته میمونه، سه تا نقطه بالاش میذارن بهش میگن سه سه نقطه. اگه ثواب ما یه شه دیگم داریم، پس یه شین داریم که بهش میگیم سه، یه شاد داریم سه داریم بهش میگیم شاد. اینطوری میکنی شما یه دونم چی بود؟ یه دونم شش نقطه هست. ششلی آقا شما برای خب ببینم بزمینم میتونی من رو این دیوار بنویسم؟ انشالله دیوار خراب نشه. انشالله که خراب نشه. بله، هر وقت در اول یا وسط، هر وقت در اول یا وسط هر کلمه عربی، کلمه عربی صدای سه بشنوین، سهش رو مثل به، مثل پ، مثل ت میگیریم، گیرم سه تا نقطه میذاریم بالاش، بهش میگیم سه کوچک، بهش میگیم سه کوچک. و هر وقت در آخر هر کلمه صدای سه شنیدیم با سه بزرگ مثل ب بزرگ، سه تا نقطه بالاش میذاریم، بهش میگیم سه نقطه بزرگ. مثلا کلمه مثلث هم وسطش صدای سه داره، با سه کوچک نمیشه، میشه هم آخرش صدای سه داره، مثل سلس امتحان، سلس اول، مثل سلاس که هم اولش و هم آخرش صدای سه میده و با سه نقطه نمیشه، میشه دورشم رنگ میکنم که شعبان انشاءالله. اکبر گوش بده، اکبر موازم دارم میفهمم.
حرف نزن، حرف نزن، اینجا موقعیت خوبی نیست، دختر ممکنه ناراحت بشه. باشه آقا که خدا. آخه بهش میگیم سه کوچک و در آخر هر کلمه عربی صدای سه بشنویم، بهش با سه سه نقطه می نویسیم، مثل کلمه کیومرس، مثل کلمه سریا. توجه کردی؟